در زمان نخست وزیری منصور یک تصویب نامه از هیئت وزرا گذروندن که تمام بازسازی ها و مرمت های بناهای تاریخی ایران زیر نظر من انجام میگیره. خیلی خوب، این موقعی بود که دولت ایران با شرکت ایزمئو به ریاست پروفسور توچیف ایتالیایی باستانشناس آمده بودن به ایران و قرارداد گذاشته بود بسته بودن با دولت که تعدادی از بناهای تاریخی رو مرمت بکنن. طبعا بنابر اون تصویب نامه من باید در نظارت دخالت داشته باشم. و این مدت خیلی چیزها رو من جمله همون بازسازی چهل ستون آلی قاپو و هشت بهشتون و همین جایی در اصفهان، حالا در زنجان گنبد سلطانیه و در جای دیگه همینجور تخت جمشید فلان ما با ایشون همکاری داشتیم و ایشون از نزدیک میدید که من با چه دقتی و چه علاقه ای به کار میرسم و خیلی از ناراحتی ها رو از پیش پا برمیدارم از نظر فنی و نظرش این بود که این همکاری خیلی ارزشمنده، به طوری که یه روزی به من پیشنهاد کرد که اگر موافق باشیم ما میخواییم شما رو دعوت کنیم به ایتالیا که بیاین اونجا برای همکارای من که شرکت ایزمئو رو تشکیل میدم یه سخنرانی بکن. من گفتم با کمال تأسف من زبان ایتالیایی بلد نیستم، زبان فرانسه میتونم صحبت بکنم. گفتن که نه شما بیاین همون فرانسه، برای اینکه تعدادی از همکاران ما فرانسه هم میدونن، اونایی هم که نمیدونن اینها براشون ترجمه میکنن، حالا شما بیاین. خلاصه با اصرار ما رفتیم به ایتالیا و اونجا یکی دو هفته من اونجا بودم و سخنرانی رو کردم که انقدر اینا جلب توجهشون کرده بود این سخنرانی که رفتن با دو تا از دانشکده های معماری اونجا، یکی در روم و یکی هم در پالرمو، اینا که برم اونجا هم سخنرانی بکنم که ما رفتیم این کار کردیم. حالا همه این کارا گذشت و روزه حالا روزه آخری که من میخوام خداحافظی کنم و دیگه برگردم به ایران، ایشون یک برنامه خداحافظی، یعنی نهار خداحافظی در یکی از مهمترین رستوران های چی میگن؟ این چیزایی که با ماکارونی اینا درست میکنم پاستا که مهمترینش که در راهنمای عمومی دنیا هم اسم این رستوران هست، اونجا ترتیب دادن اینها من رو نشوندن اونجا و آقای پروفسور توچیم برای دست من نشست و همکاراش هم همه دور میز نشستن. غذایی که ترتیب داده بودن که پاسای معروف خودشون بود اینا توی یک ظرف بزرگ با قاشق شنگار طلا که این رسمشون بود
آمدن سرو کردن به همه و همه که تمام شد کارشون، همون دیسه بزرگ و با خودکارش و جنگار طلا جلوی من گذاشتن که مهمان افتخارشون بودم، که من با اون رو طبق مراسم خودشون غذا بخورم. ما نشستیم به غذا خوردن و پروفسور توچی هم صحبت کردن. در همین زیر دوتا موزیسیان، یکیشون آکوردئون، یکیشون هم گیتار، آمدن بالا سر ما شروع کردن به نواختن. آقای پروفسور توچی به من یه چیزی گفت، گفت که اینها یک خاصیتی دارن و یک برنامه استثنایی که هر جای دنیا، هر دهکوره ای حتی یا آهنگی شما سراغ داشته باشین، از اینا بخواهیم اینا بلافاصله براتون میزن. حالا برای اینکه این سورپرایز رو برای شما داشته باشن، اینا میخوان که یه همچی کاری بکنن. من خواستم زرنگی بکنم و اینا رو بپیچونم. بله؟ بپیچونم اینشون. بپیچونم که هیچ سنگ روی یخشون بکنم. گفتم تازه وین در ایران اون آواز بارون بارونه رو خونده بود. تازه تازه. به طوری هنوز جهانی نشده بود و یه برمال هم نرفت. من گفتم بارون بارونه رو میخوام. آقا اونی که سنگ رو یخ شد من خودم بودم. از اول تا آخری میزدم. اجرا کردن و خونده. اصلا فوق‌العاده بود. خاطره قشنگی بود. بله. شبکه همیشه سلامت باشین و از این خاطره برای تعریف کنم. قربان شما.